سلام، با 180 ثانیه پنجشنبه سوم آبان ماه همراه ما باشید. همسر هاشم خواستار از فعالان صنفی معلمان که روز سه‌شنبه از منزل خارج شده و ناپدید شده است گفت همسرم را اطلاعات سپاه بازداشت کرده و در بند بیماران ممنوع الملاقات بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد که مخصوص اختلالات روانی است بستری کردند. صبح پنجشنبه کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان برای 11 بار و برای دریافت حقوق معوقه چند ساله خود در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، دو بسیجی در شهرستان سرواباد کردستان کشته شدند. ایرج آداک و کمال فتحی عضو پایگاه بسیج بخش اورامان از توابع شهرستان سرواباد بودند. عباس سروش معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا میگوید بررسی آمار مهاجرت ها نشان میدهد در 3 دهه گذشته بیش از 20 میلیون نفر در ایران به دلیل بلایای طبیعی و پایین آمدن سطح امنیت منابع زیستی از جمله منابع آب به نقاط دیگر کشور مهاجرت کردند. پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار شب گذشته در حالی که قصد خروج از کشور را داشت دستگیر شد. او در گزارشی با عنوان بیماری در کمین زائران بی‌ملاحظه به جای کلمه شهادت از عبارت 40مین روز درگذشت امام حسین استفاده کرده است. زائرین ایرانی که برای تبدیل کردن پولهایشان به دینار عراق به صرافی‌های شهر کاظمین مراجعه کردند، در مقابل با مصادره شدن پولهایشان توسط این صرافی‌ها مواجه شدند. آقا دینار نمی‌خواد، پولای خودمون رو بدید. تصاویر ماهواره‌ای نشان از اقدام ایران به نصب سامانه دفاع موشکی S-300 و فناوری پیشرفته راداری در فرودگاه مشهد همزمان با سفر قریب الوقوع علی خامنه ای به این شهر می‌دهد. به نوشته سایت سوئیسی آیتسر ویژه مسائل نظامی، ایران در 3 نوبت اقدام به این عمل کرده که هر بار با سفر علی خامنه ای همزمان بوده است. 1. مقام پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد روز پنجشنبه دومین بسته پستی مشکوک به آدرس جو بایدن معاون باراک اوباما در مرکز پستی ویلینگتون کشف شد. این بمب‌ها تاکنون به آدرس‌های هیلاری کلینتون، باراک اوباما، جورج سوروس، رابرت دنیرو و CNN فرستاده شده است.